همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به مرصع. شهرها هویت دارن، یعنی شما وقتی که تصویری از یک شهر ببینید کاملا با اون ساختار هویتی که برای شما و در ذهن شما ساخته متوجه منظر تماشاتون میشید. اصفهان، کاشان، کرمان، یزد، رشت، رامسر. اما وقتی که از شهرها و کلان شهرهای امروزی حرف میزنیم، از چی حرف میزنیم؟ آیا اونها هم دارای هویت هستند؟ مثلا از معماری امروز، معماری مدرن چه استفاده ای شده؟ چقدر اون رو با هنر ایرانی و اسلامی ترکیبش کردیم و یک سازه جذاب و تماشایی رو پیش چشم مخاطب خودمون قرار دادیم؟ عملا این اتفاق نمیفته. تغییر ساختار فرهنگی در معماری شهری هم تأثیر داره. توی همه جای دنیا بافت‌های تاریخی حفظ میشه و ازش استفاده میشه. مثلا نمونه خیلی جذابش رو میتونید در فیلم نیمه شب در پاریس وودی آلن ببینید که از بافت تاریخی و قدیمی شهر پاریس استفاده کرده. ولی اگر الان یک مستندساز بخواد راجع به بافت تاریخی تهران حرف بزنه، با چه چیزی روبرو میشه؟ با سنگفرش‌های تازه‌ای که در خیابان هست که کاربرد نداره، که ماشین هنوز داره روش میره، یا چی؟ با چه نگاهی به شهرامون نگاه میکنیم؟ با چه نگاهی سعی میکنیم که هویت ایرانی اسلامیمون رو در بافتهای شهریمون حفظ کنیم؟ امروز میخوایم راجع به این موضوع با هم حرف بزنیم. این روزها در صدر اخبار همه جای دنیا با خبر فلسطین و اتفاقات فلسطین و غزه مواجهیم. واقعیتش اینه که یه سری چیزا اندازه دهن من نیست و من بلد گفتنش نیستم، اما اتفاق تلخی که دارد اونجا میافتد نیازمند یک دست به دست دادن با همه که جهان بتواند به سمت صلح برود و یک بخشی از این فرایند رو قطعا هنر و هنرمندا میتونن تسهیل کنن و اون رو به نتیجه برسونن و اعتراضشون رو و نقلشون رو با هنرشون به دنیا بگن. امیدوارم که هرچه سریعتر آن قامت قایی صلح در زمین رخ کنه تا دیگه شاهد این نسل‌کشی ها و این کودک‌کشی ها و این جنگ ها نباشیم. تا اینجا ماجرا داشته باشید. مثل همه برنامه های مرصع در پیشانی برنامه بریم سراغ اخبار. خانم معظم بفرمایید. خواهش میکنم آقای باستانی، در ابتدای برنامه باز هم متاسفانه باید یادی کنیم از هنرمندانی که این هفته از دست دادیمشون. مثل الهام شکیب بازیگر سینما تا تلویزیون، حمیدرضا مرادی بازیگری که با مدرسه پیر مرتا میشناسیمشون. آره، یه بازی جذابی حمیدرضا توی پاتال و نه، یکی دیگه هم بود که اکبر عبدی بچه، یعنی بابا نقش پدری رو بازی میکرد که بعد اخلاق بود رفت ماشین زمان تو. بله. اسمش یادم نیست، ولی خیلی جذاب بود. خداش بیامرزه. دیگه مثل این که ما عادت کردیم به این متاسفانه تسلیت ها، ولی امیدوارم که مسئولین قدر هنرمندان زندمون رو بدونن. بریم خبر بعد. امیدوارم. یک نکته ابتدای صحبتاتون فرمودین درباره هنرمندانی که میتونن تسهیلگر باشن. یک نمایشگاه داریم، میخوام دعوت کنم مخاطبین رو به یک نمایشگاه کارتون و کاریکاتور هنرمندان آمریکای لاتین، هنرمندانی که 9 تن از این هنرمندان به ایران هم دعوت شدن. خبر بعد. درباره جشنواره سینما حقیقت بگم که 17مین دورش اواخر آذر ماه برگزار میشه به دبیری محمد حمیدی مقدم، و یه خبر بدم برای اهالی رسانه همکاران خودم و همچنین اهالی سنوف که از پس فردا شنبه 20 آبان میتونن ثبت نام کنن و یه هفته هم فرصت دارن. چه باحال. جشنواره سینما حقیقت جزو اون جشنواره‌های همچین درست و درمون و خوندار ماست که یه عالمه اتفاق هیجان انگیز توش میفته. امیدوارم که مسئولین قدر این جشنواره رو به خصوص بیشتر بدونن و به سینمای مستند یه
نگاه جدیتری داشته باشن. بله، بریم سراغ خبر بعدی. مسئولین هم قدر این جشنواره رو بدونن، هم قدر اتفاقات خوبی که رخ میده. این هفته یک نکوداش داشتیم برای یکی از شهرها، شهر کاشان به عنوان شهر جهانی نساجی سنتی ثبت شد. امیدوارم قدر چنین اتفاقاتی رو هم بدونن. ما الان یه عالمه استادکار داشتیم که الان نداریمشون. این ماجرا باید آموزش داده بشه، باید بماند، باید. از بازار رسانه‌ای مسکو در روسیه بگم چی هست؟ یک بازار رسانه‌ای برای همافزایی با رسانه‌های از کشورهای مختلف هست. یک بازار رسانه‌ای برای همافزایی سخت شد. تعامل دور همان تعامل دور همی با شما، دور همی رسانه‌ای که اتفاقا اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما هم حضور داشته در این بازار. از 17 شروع شده تا 19 برقرار هست و متولیش دیدم یک مصاحبه ای داشت، گفته بود که این بازار باعث شده که یک سری همکاری های رسانه با صدا سیمای کشورمون داشته باشه، از فیلمسازی تا حوزه های مختلف. خب خدا شکر، ان‌شاءالله که اتفاقای خوب بیفته. بله امیدواریم. خبر بعدی رو باز سراغ یک گزارش بریم، گزارشی در فضای رنگ‌ها و اسمش هم هست طوفان رنگ‌ها. خبر بعدی یک نمایشگاه مجازی بود که ازش بازدید کردیم. میخوام دعوت کنم مخاطبین رو که از یک نمایشگاه حالا حضوری برن بازدید کنن، نمایشگاهی به اسم کودکان در آتش اسرائیل که آثاری از پوستر، نقاشی خط داره، در برج آزادی دایر هست و تا 26 آبان ماه میتونن ازش دیدن کنن. و خبر بعد؟ و خبر پایانی که از یک جشنواره موسیقایی بگم، جشنواره که ما کمتر فکر میکنم جشنواره‌ای داریم که متمرکز باشه یا حداقل حمایتی باشه برای استعدادهای نوجوانمون، اما جشنواره موسیقایی امیر جاهد که این روزها در حال برگزاریه و این پنجمین دورش است که داره برگزار میشه، خب چند رده سنی داره که از 9 در این جشنواره حضور دارن در حوزه‌های مختلف، تگ‌نوازی، دونوازی، گروهی تا حالا سنین بالاتر. با محوریت ساز ایرانی؟ در حوزه‌های مختلف هست، از ساز ایرانی تا کلاسیک و آثار دیگه. تمام شد؟ بله. متشکرم. یه نکته بگم، همیشه به ارگان‌ها و بخش‌های مختلف بودجه‌های تخصیص داده میشه و به عنوان کار فرهنگی. حتما لازم نیست که شما جشنواره برگزار کنید، ببخشید، اون بودجه رو میتونید خوردش کنید، در جاهای مختلفی برگزار کنید. یه دفعه قلمبه بودجه رو از اونجا ور ندارید بیاید بذارید اینجا که مثلا بگیم ما داریم جشنواره برگزار میکنیم. تعدد جشنواره ها به شرط ها و شروط ها خوب است. بعضی وقتا کافیه که همون چند تایی که داریم رو حفظش کنیم، گسترشش بدیم و جذابش کنیم. اینو گفتم که بگم، در جریان باشید، لطفا با مرصع همراه باشید. قبل از اینم که بریم و بیایم، یه تشکری کنم از رفقای خودم در پخش و تامین شبکه 4 که خیلی به مرصع لطف دارن. قصه عجیبی نیست. شهرها هر کدومشون دارای هویت خاص خودشون هستن، نه در سرزمینم بلکه در کل دنیا. اما آیه پروفسور گلابچی، اصلا وقتی میگیم هویت شهری یعنی چی؟ شهر سیمای تمدنی و نشان فرهنگ و باورها و ویژگی های یک سرزمین هست. شهرها در واقع لباس تمدن و فرهنگ سرزمین ها هستند. ما از یک هویت بسیار غنی با تاریخی پرشکوه برخوردار هستیم، بنابراین انتظار میره شهرهای ما هم نشان هویت ما، فرهنگ ما و تاریخ پرشکوه ما، باورهای ما و حتی اقلیم‌های مختلف و کیفیت زندگی در بخش‌های مختلف سرزمین ما باشند. شهر با هویت شهری است که در آنجا انسان محوریت داره و معماری اون شهر متناسب با شرایط زندگی انسان، متناسب با ویژگی‌های او، باورهای او و نیازهای او تأمین شده. این گونه میتونیم یک شهر با هویت داشته باشیم، همونطور که در گذشته سرزمین ما در کاشان، در یزد، در کرمان، در مشهد، در نقاط
مختلف ما یک هویتی رو، یک اصالتی رو متناسب با فرهنگ خودمون، متناسب با تاریخ و سرزمین خودمون شاهد بودیم. آقای دکتر علامت، با توجه به نقلی که آقای گلابچی گفتن، ما الان شهرامون اصلا هویت داره؟ بیشک هویت داره، ولی مسئله اینه که در واقع ما هویت رو حقیقتاً چی تعریف بکنیم. تعریف ها متنوعی وجود داره. شاید بشه گفت که نخ تسبیحی که در سیر تاریخ برای هر گونه در واقع حالا کالبدی یا هر در واقع ویژگی بخوایم ترسیم کنیم، شاید بگیم این نخ تسبیح مثال خوبی است برای اینکه بگیم آقا یک شهر، یک معماری هویت دارد یا ندارد. البته این از یه طرف داستانه، یعنی این همانیست. یعنی چی؟ یعنی این همانیست که ما قبلا هم دیده ایم. هویت یه طرفش هم در واقع میره به سمت وریشن، یعنی این همان است و این نه آن است. یعنی این که در واقع ما باید بدونیم که اگه که واقعا دنبال یک هویت هستیم، هویت رو یک ویژگی پویا بدانیم. خب به قول مولانا که نه من منم نه تو توی، هم من منم هم تو توی، دیگه میرسیم به این داستانه. خب باشه، ما میگیم که هویت و ساختار یک شهر پویاست، زنده است، مثل زبان یک کشور که زنده است و پویاست. ولی شما چند رو جا رو اسم بردید، مثل کاشان، مثل یزد، مثل اصفهان، با یک سابقه تاریخی و یک هویت بصری و یک شهر و هویت شهری کاملا مشخص. بعد میایم مقابلش میرسیم مثلا به تهران، میرسیم مثلا به مشهد، شهرهای بزرگ و کلان شهرهایی که دیگه اون هویت رو ندارن. با این تفسیر ما همچنان رو همون محور باید حرفمون رو پافشاری کنیم روش؟ ما در دهه های گذشته، شاید در یک قرن گذشته، متاسفانه به خاطر ورود سبک ها، مکاتب و اندیشه هایی که از سرزمین های دیگر به سرزمین ما اومد، اون هویت و اون اصالت رو در معماری و شهرسازیمون از دست دادیم. به این ترتیب دیگه نه اون اشاره کردن آقای دکتر علاقمندان، نه اون هویت و خیشتن خیش رو تونستیم حفظ کنیم و نه اصلا اون سبک ها خیلی هاش با فرهنگ ما و سرزمین ما مطابقت نداشت. من به خاطر دارم چندین سال قبل، زمانی که مذاکرات برجام اول انجام شد، یکی از سیاستمداران اروپا که به ایران زیاد سفر میکرد برای اینکه بتونه یک آشتی و یک پیوندی رو و یک توافقی رو ایجاد کنه، بعدن در اتحادیه اروپا گفته بود که شما تصور نکنید تهران مثل قاهره است، مثل شهرهای در واقع عقب مونده جهان سومه. من تو تهران که میرم مثل اینکه در مادرید هستم، اونجا رو شبیه مادرید میبینم. از نظر ما او خواسته از کشور ما و از سرزمین ما تعریف کنه، اما اینکه ما در کشور خودمون، در شهر تهران، احتمالاً مناطق یک و دو تهران که او سفر میکرده، هویتی از اون تاریخ و ویژگی های سرزمینی خودمون نداشتیم که او تهران ما رو مثل مادرید تصور کرده. این نشون میده که ما از اون هویتی که شما فرمودید فاصله گرفتیم. یعنی شهر ما معرف تاریخ ما، فرهنگ ما، باورهای ما و اون ویژگی هایی که در تمدن ما در طول ده ها قرن وجود داشت نبوده. شاید به خاطر این که ما از اون ویژگی های سرزمینی خودمون، از اون ارزش های پایدار معماری خودمون فاصله گرفتیم و شهرهامون سیمای مطلوبی که شایسته سرزمین ما هست در حال حاضر نداره. چه باید بکنیم؟ چرا این سوال رو میپرسم؟ وقتی تاریخ ایران رو مرور میکنیم، مثلا میرسیم به دوره ایلخانی و شکوه معماری ایرانی اسلامی. جذابه. این فرهنگ انقدر غنیه که تونسته یک غریبه رو در ساختار خودش حل بکنه و اون رو تبدیل بکنه به کسی که خدمت میکنه به خلق یک چیز تازه و ماندگار. ما میگیم خب آن که گذشته است، قرن شش است، قرن هفت است، الان در سده فلان در تاریخمون با این همه پیشرفت ما خیلی عقبیم، پس نیستیم؟ شاید اگه حقیقتا بخوام مثلا لغات دقیق تری رو انتخاب کنم، دقیقا همون دوره هایی که ما حالا شاید به اسم حکام زمان تعریف میکنیم، ولی لزوما هم وابستگی آنچنانی به حاکمیت ها نداشته. بعضی هاش بناهای حکومتی. چرا؟ ببینید مثلا همون ایلخانی یا سلجوقی به ویژه وقتی که میاد، داستان ما اینه که اگه
بگیم مثلا مسجد در دوره سلجوقی و قبلش، یا مسجد در دوره سلجوقی و بعدش. ببخشید من دوباره تکرار میکنم، این هم آن هست، یعنی هم مسجد هست هم آن نیست. ولی واقعیتش اینه که مثلا دارم میگم این سیر و تداومی که در واقع ما توی این اتفاقات میبینیم یک پاشگی و پیوستگی وجود داره. متاسفانه به زعم من شاید لغت دقیق تر اینه که نتونیم، نمیشه گفت مثلا ما الان معماریمون یا شهرهامون هویت ندارد. من تصورم اینه که این تداومی که داشت شکل میگرفت یک جایی انگار یه تنزل شدید پیدا کرده. حالا دوباره از کجا میخواییم بسازیم بیاییم بالا؟ فکر میکنم رو این باید یکم در واقع دقیق در بخوام بگم. خوب. یعنی این گپی که اتفاق افتاده به واسطه یه خیلی موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی، نسلی، اتفاقات و رشد مثلا در واقع فناوری که در واقع داریم میبینیم، فرض کنید مثلا دارم میگم 30 سال پیش با الان رشد فناوری به نسبت مثلا 100 سال پیش، مثلا اون یه پریود 150 ساله اینجا 10 ساله. بنابراین من تصورم اینه که این اتفاقات و این روی کرد هاست که یهو انگار ما احساس میکنیم و حالا ما هویت نداریم داریم. یعنی بالاخره من فکر میکنم که معماری به ویژه حالا تو اینکه در واقع کنار هم قرار بگیره، شاید لغت صحیح ترش این نباشه، ولی بگیم که هم پیش بخواد شهر رو شکل بده و البته یک عالم ساختار دیگر، من فکر میکنم که داستان اینه که مردم ها که دارن زندگیشون رو میکنن، تو زندگی انسان های اتفاقاتی افتاده که انگار ما احساس میکنیم تا قبلش تو دوره های مختلف، حالا دوباره دوره مثلا قاجار یه اتفاقاتی میفته، دوره پهلوی یه اتفاقاتی میفته و بعد یهو انگار که خلاصه این رشد فناوری، این رشد در واقع اتفاقات، رشد فزاینده با سرعت بالاش، انگار اینجا ما یه خلایی احساس میکنیم. راه حلش الان حقیقتا این که میفهمایی چه باید کرد، واقعیتش همینه که ما یه رجوع مجدد به پدر بزرگامون داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه این انگار یه نفر این قیچی رو انجام داده، بگردیم دنبال این که اون نخ تسبیح کجا پاره شده، کجا سوز شده، چند تا قدم برگردیم عقب در ممکنه با تمرین هایی دوباره بیافتیم تو همون ریلی که داشتیم میرفتیم و ادامه بدیم. بسیار عالی. من فکر میکنم که این رجعت به گذشته اتفاق بدی نباشد. حضرت امیر در نامه به امام حسن توی نهج البلاغه تاکید میکنند بر خواندن تاریخ. حالا من نقل به مضمون میخوام بکنم با یک برداشت شخصی، که درس بگیریم از تاریخ نه بابت اون شکوه بلکه بابت شکست ها، و بعد که شکست ها تکرار نشود. حالا این کلیت ماجراست. این رجعت باعث میشه که برگردیم به خودمون، رو کنیم به خودمون، ببینیم چی داشتیم چی نداشتیم، اون رو نوسازیش بکنیم، بازسازیش بکنیم، یه دستی سر و کلهش بکشیم و دوباره ارائهش بدیم. تا اینجا رو داشته باشین، همراه ما باشین، مرسد بریم و برگردیم. استخوان‌بندی شهر مجموعه‌ای مرکب از ستون فقرات و شبکه‌ای به هم پیوسته از کاربری‌ها و عناصر مختلف شهری است که شهر را در کلیت آن انسجام می‌بخشد. عناصر شهری ابزارهای هویت دهنده و نقاط عطفی در شهر هستند که با سازمان فضایی خاص خود در ایجاد خاطره ذهنی از شهر و خانه‌ای آن به کار می‌آیند. هویت بخشی بایستی هماهنگ و متناسب با فرهنگ و اعتقادات شهر باشد. اهمیت و ضرورت حضور نمادها در شهر به حدی است که کوین لینچ وجود شبکه‌ای از نمادها را برای ایجاد خانه‌ای در شهر ضروری می‌داند. مؤلفه‌های تأثیرگذار بر هویت شهری را می‌توان به سه دسته مؤلفه‌های هویت طبیعی، هویت مصنوع و هویت انسانی تقسیم بندی کرد. در این میان هویت مصنوع شامل همان معماری شهری است که از مهمترین عوامل اصلی شکل‌گیری هویت است. هویت شهری می‌تواند زمینه بخشی از هویت فردی افراد نیز شود. بررسی شهر به مثابه یک اثر هنری گسترده است. هنری که نمایانگر ابعاد فرهنگی، ملی و مذهبی است و مخاطبان آن عامه مردم در کشاکش زندگی روزمره هستند.
یکی از بزرگترین چالش‌های معماری در ایران، معماری شهری و نمود هویت ایرانی اسلامی در آن است. با توجه به تاریخچه غنی شهرسازی در ایران، همواره دغدغه هنرمندان و طراحان را در شکل دهی منسجم فرم شهری و تناسب آن با محتوای جامعه شاهد هستیم. محمد رضا برزگر معتقد است برای شناخت و طراحی متناسب با جامعه ایرانی اسلامی نیازمندیم که هویت گذشته و امروزین را باز شناسیم و آن را تقویت نماییم. مقوله‌ای که طراحان در دهه‌های اخیر به آن توجه ویژه‌ای کردند و در فضای آکادمیک و علمی بازخوانی شده است. خیلی ممنونم که مرسل رو برای تماشا انتخاب کردیم. داریم راجع به هویت شهری و معماری شهری با هم صحبت میکنیم. یکی از فیلم‌های سینمایی درجه یک که حال آدم رو خوب میکنه در عصر حاضر، شب‌های روشن فرزاد مؤتمنه و رابطه عجیبی که اون استاد دانشگاه با اون آجر بهمنا داره و تو شهر قدم میزنه و این آجرها رو میبینه. مثلا پروفسور، این آجرهای زمانی هویت شهرها و خونه‌های شهری ما بود، خیلی جذاب بود و ما داریم، یعنی در طول تاریخمون از آجر و خشت‌های مختلف اینچنینی خیلی استفاده کردیم. چرا دیگه الان استفاده نمی‌کنیم؟ یه دفعه شد آجر 3 سانتی، بعد آجر 3 سانتی تبدیل شد به نمای رومی و نمیدونم چه و چه و چه. اصلا آجر یکی از ابداعات سرزمین ماست. حدود چند هزار، یعنی 4500 سال قبل در منطقه مزوپوتامیا که میشه بین النهرین که بخشی از ایران بزرگ بود، آجر ابداع شد و بعد از اون ما تونستیم با آجر انواع قوس‌ها، تاق‌ها و گنبدها را با منحنی‌های بسیار دقیق و زیبا بسازیم. اشاره‌ای که شما به خوبی به دوره ایلخانان کردید و اشاره‌ای به آثار اون دوره داشتید، من میخوام بگم که در تاریخ سرزمین ما خیلی این حقیقت آشکار هست که کسانی مثل چنگیز و تیمور، اقوامی که از سرزمین‌هایی مثل مغولستان به ایران حمله کردند، در اوج در واقع میشه گفت خونخواری و وحشیگری، ولی در سرزمین ما در مقابل تمدن ما، مردم ما و دانشمندان ما، اونها به قدری متحول شدن که مثلا سلطان محمد خدابنده الجایتو بنایی مثل سلطانیه رو در واقع اجرا کرد که یک اوج در معماری و یک شکوه در فناوری معماری عصر خودش هست. البته او معتقد بود که میتونه بدن حضرت امیر علیه السلام و ائمه رو بیاره اونجا که بعد اصلا در فقه شیعه چنین چیزی ممکن نیست، فقط آرامگاه خود او شد. اما سلطانیه یک بنای عظیم و با شکوه به ارتفاع 51 متر، یک بنای 8 ضلعی با 8 ترک، 8 مناره و گنبد خشخاشی گسسته‌ای که از 8 در واقع تاق به وجود اومده. و نکته جالب اینه که در 1290 مارکوپولو زمانی که به ایران رسید و به سلطانیه آمد و در اونجا گنبد سلطانیه رو در زنجان شهر کرد، بعدن در سانتا ماریا دل فیوره کسی به نام فیلیپو برونلسکی بعد از اینکه 20 سال از ساخت کلیسای جامعه فلورانس که بهش سانتا ماریا دل فیوره گفته میشه، یعنی کلیسای مریم مقدس در شهر فلاور، چون فلورانس از کلمه فلاور یعنی شهر گل، 20 سال مردم فلورانس نمیتونستن اون گنبد رو اجرا کنند. فیلیپو برونلسکی اعلام کرد که من با مطالعه آثار مشرق زمین و سفرنامه مارکوپولو به روشی دست پیدا کردم که میتونم این گنبد رو اجرا کنم. الان گنبد سانتا ماریا دل فیوره به قطر 26 متر، ارتفاع 102 متر، نمادی از هنر ما، تمدن ما، معماری ما و فناوری معماری که ما در سلطانیه تونستیم در اون گنبد عظیم به جهان امروز ارائه کنیم. من یه اما دارم اینجا، ببخشید میانه کلامتون، مال ماست، ما اون رو عرضه کردیم، ولی همین الان سال هاست که مثلا گنبد مسجد جامع شهر اصفهان در دست مرمت دار بسته به همیشه و نمیتونیم احیاش کنیم. چرا؟ سوال سختیه. اونم از یه اصفهانی، اونم از یه اصفهانی. ببینید حقیقتا و واقعیت اینه که نمیشه گفت که مثلا نمیتوانیم، چون واقعا همین الان
من اطلاع دارم استاد کارانی که الحمدلله همچنان هستند و زندند و حتی پسرانشون هم در واقع تو این کار بسیار خبره و حتی با دانش روز هم آشنا هستن. واقعیت اینه که من فکر میکنم که نمیدونم حالا تو این برنامه الان میشه این نقد کرد. من فکر میکنم موضوع بیشتر بحث تکتونیکی و تکنیکی مرمت نداره. بیشتر من میبرم اونو به سمت بحث‌های مدیریتی. یعنی شاید نقدی به اون بیش از در واقع این که مثلا ما الان آیا معماری داریم که بتواند این مرمت رو انجام بدهد، من میگم بیشک داریم. آی دکتر، خب این الان بحثی ذره میرسه دقیقا به اونجایی که باید برسه. ما داریم از یک پیشینه تاریخی حرف میزنیم، بعد میگیم ما همه این داشته ها و اندوخته ها رو داریم، سازه های مختلف رو داریم، بناهایی رو داریم که دنیا بهش قبطه میخوره و از اون الگو برداری میکنه. الان شما گفتین فلورانس انقدر هویت این شهر واحده، از سیفر سخی هم شما وقتی یک تصویر میبینیم متوجه میشه که فلورانسه، ولی ما دیگه نداریمش و انگار که استاد کارامون هستن، اهل فنمون هستن، اهل علممون هم هستن، انگار مسئولین نیستن. ببینید ما داریم، ولی متاسفانه مثلا بخوایم اولین هاش رو بگیم باید مثلا یه 200 سال برگردیم عقب، 300 سال برگردیم عقب، مثلا زمان قاجار، یعنی چه بسا حتی قبل ترش، البته قاجار و حتی مثلا اوایل پهلوی هم میگم. اینا رو ببینید، اینا رو ما اسم دوره رو، اسم حاکم ها رو میذاریم، ولی واقعا نمیتونیم بگیم مثلا دوره قاجار تمام می شود، معماری دوره پهلوی شروع می شود. این میگم یه سیر ممتده. الان فقط داریم بابت این که بخوایم سالها رو احتمالا تداعیش کنیم رو این سیر زمانی داریم اسمها رو می ذاریم. واقعیتش اینه که من فکر می کنم همچنان هم مثلا در واقع میدان نقش جهان ما، فکر می کنم همچنان یکی از مثلا بی نظیر ترین میدان های دنیاست. حتی خیابان چهار باغ ما، من نقل میکنم از یکی از دوستانم که در واقع توی دانشگاه توکیو درس خونده بود، تعریف میکرد، میگفت که خلاصه ایشون نه، یکی از استادان ژاپنی اومده بوده در واقع تاریخ شهر و خیابان حالا تعریف میکرده و اون موقع گفته بود آقا مثلا خیابان چهار باغ اصفهان انگار که مثلا بعد مثلا 400 سال بعد از خودش طراحی شده. یعنی این عرض ها رو ببینید، عرض پیاده رو ببینید، عرضی که مثلا در واقع برای عبور حیوان ها و اسب و خلاصه درشکه و اینا دیدن، ببینید در واقع خطوطی که برای مسیر آب، مسیر در واقع نهرها، درختان پیدارن، واقعا انگار که همون موقع برای امروز ما چه بسا برای آینده ما یه خیابان خیلی خلاصه خوش تناسب و زیبا رو طراحی کرده. داریم، ولی میگم، ولی متاسفانه اگه بخوایم تو معماری کنونیمون یکم دنبالش بگردیم، یکم باید بریم عقب. همون حرفی که گفتم، شاید دوباره انگار که ما باید بریم برگردیم عقب و میگم باید، نه این که در واقع الان نیازها و در واقع شرایط سبک زندگی امروز رو رها کنیم، ما بالاخره مردم امروز هستن، باید برای اینا فراهم بشه اون سرنخ ها رو بگیریم و بیاریم ببینیم تعریف امروز یا کنونیش چی میشه. خب پروفسور جان، من در ادامه صحبت های دکتر علاقمندان میخوام بگم که میدان نقش جهان از شاهکارهای شهرسازی جهانه. چهار عنصر تشکیل دهنده حکومت در چهار ضلع این میدان با درایت و مدیریت و طراحی دقیق شکل گرفته. پس حکومت و زمامداری در عالی قاپو، پس فرهنگ و باورها در مسجد امام، پس آموزش و تعلیم و تربیت در مسجد شیخ لطف‌الله که محل تعلیم و تربیت بود، و پس اقتصاد، بازار و تجارت در ضلع دیگر میدان. اما نکته‌ای که در مورد چهارباغ اصفهان گفتن، من فکر می‌کنم همه بینندگان عزیز برنامه مرصع شنیدن که یکی از شهرهای بزرگ هندوستان که در طول کشور هندوستان الان افراد اونجا می‌برن، غیر از دهلی و بمبئی، شهر جیپور هست. شهر جیپور اصلا اسمش جی نام قدیم اصفهانه، یعنی فرزند اصفهان. جیپور یعنی فرزند اصفهان. این شهری است که پادشاه هند وقتی که به اصفهان اومد و بزرگی و عظمت معماری ما رو در اصفهان دید، در چهارباغ اصفهان، وقتی که برگشت به هندوستان گفت ما باید یک شهری بزنیم عین اصفهان. اسم شهر شد جی، یعنی نام قدیم اصفهان، پور هم یعنی فرزند اصفهان. جیپور یکی از
چند شهر بزرگ کشور هندوستان با چند میلیون جمعیت، عیناً چهارباغ‌های اصفهان رو شما می‌بینید. باند و مسیر حرکت سوار، فضای سبز، مسیر حرکت پیاده، دوباره یک فضای سبز و بعد در طرفین این مسیر خانه‌ها یا فضاهای تجاری. نشون میده ما یک هویتی در معماری داشتیم که سرزمین هند که یک شبه قاره هست از حتی اصفهان ما الگوی شهرسازی خودش گرفته. اما امروز چون موضوعی که فرمودید در بحث هویت معماری و شهر ما هست، امروز متاسفانه ما در شهرهای مختلف کشور با یک روش، با یک الگو که خیلی هاش تقلید از سبک‌های دیگر هست، ساختمون می‌سازیم. یعنی شما نگاه می‌کنید یک مجموعه مسکونی در همدان افتتاح میشه، چند شب بعد یه مجموعه مسکونی در چاه‌بهار که کاملا اقلیم متفاوت، مصالح متفاوت، شرایط زندگی متفاوت داره، همون طرح و همون ساختمان رو می‌بینید. این همون نکته است که عرض کردم، ما به دلیل فاصله گرفتن از ارزش‌های پایدار معماری خودمون، اون هویت، اون اصالتی هم که دکتر اشاره کردن رو از دست دادیم و متاسفانه امروز اون هویت و اون ارزش‌ها رو در معماری و سرزمین خودمون به سختی میتونیم پیدا کنیم. بسیار عالی. یه وقت هیچ بگذاریم. یه بخش از برنامه رو ببینیم. برای بررسی هویت بخشی معماری شهری میتوان سه مؤلفه اساسی را مورد توجه قرار داد: هویت و فرهنگ غالب یک کشور، منظره شهری و ارزش‌های معنوی هر شهر. ایران به عنوان کشوری بزرگ و متنوع با پیشینه غنی تمدن و باورهای مذهبی محکم، نمونه‌ای خوب برای بازشناسی و بازیابی فرم‌های شهری مصنوع است. شکل و محتوای معماری شهری در ایران را میتوان از نشانه‌های شکلی مانند اندازه، تعداد، عملکرد و شلوغی و همچنین نشانه‌های محتوایی همچون نمادها، معنا و آمیختگی با فرهنگ مردمی مورد بررسی قرار داد. با توجه به متغیرهای گفته شده، در بسیاری از شهرهای بزرگ، عدم هماهنگی فرم و محتوا، بی‌توجهی به قابلیت‌های طبیعی و جغرافیایی شهر و همچنین دور شدن از نمادهای ملی و دینی دیده می‌شود. عدم آشنایی پدیدآورندگان فضاها و عناصر شهری با مفاهیم اصیل زیبایی و شهرسازی اسلامی و بومگرا، با همچنین سیطره تفکر سودگرایانه و کپی شده از نمونه‌های غیر ایرانی از جمله معضلات این هنر شهری است. هویت یک پدیده امری انتزاعی و منفک از سایر موضوعات مرتبط با آن پدیده نیست. هویت یک شهر برگرفته از اهالی شهر، باورها و اعتقادات، شیوه زیست مردمی، آرمانها و الگوهای زندگیشان است. طراحان شهری نیز نمی‌توانند بر پایه مبانی نظری غیر بومی شهری با هویت ایرانی و اسلامی را داشته باشند. ممنون از همراهیتون با مرصع. گفتیم آن چیزی که در باب هویت شهری ماست، این جورایی دیگه، حالا پراکنده و از این ور اونور، ولی گفتیم شهر رو داریم به عنوان یکی از شهرهایی که خیلی کاراکتر داره، خیلی شخصی شخصیت داره این شهر، ولی خب سالهاست به دلیل ضعف مدیریت شهری اون سیما رو داره از دست میده. اصفهان تکلیفش روشنه، اما بماند که سنگفرش‌های مختلفی که داره خیلی بی‌قاعده در همه جای سرزمین هم رشد میکنه که آقا اینجا رو سنگفرش کنیم خوشگل میشه، مثلا نمیفهممش چرا، باید راجبش حرف بزنیم. آی دکتر، این بار با شما شروع کنیم. با همه این داشته هایی که داریم، ما هشتی داشتیم، رواق داشتیم، هزار تا چیزای جذاب داشتیم توی خونه هامون، مدل معماری خونه هامون و اینها، الان نداریم. اگه الان بخوایم یه راهکاری بدیم، یه نسخه واحدی بپیچیم، آیا شدنی است؟ ببینید، بیشک شدنی هست. اگه بگیم نشدنی، یعنی امیدو گذاشتیم کنار، الان دیگه بعد بشینیم خلاصه بالای این تابوتی که همه داریم بعدش خلاصه استخاری میکنیم، همینجور فقط دیگه ادامه بدیم. من تصورم اینه که راه حلاش بلند مدتش بیشک از دانشگاه ها شروع میشه. یعنی ما باید واقعا از حالا نه که از حالا به بعد بدانیم که دانشجوی فارغ التحصیل حوزه های معماری چه از جهت فنونش، چه از جهت هنر،
حوزه‌های شهری، فرهنگی، اجتماعیمون اینا واقعا با چه متدی تربیت یافته بشن که وقتی که خلاصه میرن تو عرصه کار قرار میگیرن افرادی باشن که دغدغه هویت، دغدغه فرهنگ داشته باشن. صرفا دنبال این که حالا یک ساختمانی طراحی کنم که بیشتر دیده بشود، کمتر مثلا نمیدونم تو مسابقه برم و اینا نباشه. این یک، یعنی راه حلش اول تربیت نیرو انسانی برای آینده است. تو کوتاه مدتش هم حقیقتا باید اینو بگیم، یعنی با همه این نقدهایی که وجود داره همین الان معمارانی هستن که با همین دغدغه واقعا دارن در حد خودشون تک بناهایی که واقعا انگار میگیم که دوباره این همان است. یعنی مثلا ما حالا اسم نمیتونیم ببریم، ولی مثلا در واقع افراد هستن که میگیم آقا این پروژه وصله به اون هویتی که ما در مورد ایران صحبت میکنیم، الان در حد تک بناست. من امیدوارم همون جور که خلاصه به قول شما اون سبک‌های رومی و شدیدترش مثلا در واقع گوتیک و اینا یه موقع‌های تو تهران دیده میشد، همون قد که اونها تونست خیلی به سرعت تا سیستان، بلوچستان و خوزستان و مشهد و تبریز بره، امیدوارم که واقعا این تأثیرهایی که داره هر کس در حد توانش میذاره اون هم بتونه به سرعت بره. من خوشبینم به این موضوع، یعنی من حقیقتش تقریبا دو هفته پیش نمایشگاه از آثار معماران جوان کشور رو تو دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی برگزار کردیم و اونجا من میدیدم که انگار که نسل جوان ما واقعا با این دغدغه داره پیش میره، یعنی حداقل پروژه هاشون اتفاقا این خودش شده جزء در واقع هویت پروژه هاشون که یه سرنخ‌ای از تاریخ از فرهنگمون بگیرن و ادامه بدن. من کوتاه مدت تا این میبینم، البته همونجور که گفتم در واقع این مسیر باید پویا بماند، یعنی با تغییر مدیریت ها دخل و تصرف ها صورت نگیره این مسیر واقعا به یه جمع متخصصینی در واقع واگذار بشه، تو شهرداری ها، تو حتی استانداری ها واقعا کمیسیون های حرفه‌ای با این دغدغه شکل بگیرن و این هدایت رو این یه مقدار که از خلاصه کج راه رفتیم برگردیم به مسیر انشالله ادامه بدن. در این حوزه سپردن ماجرا به بخش خصوصی خیلی کمک کننده است، چون دولت ها 4 سال یه بار میان میرن، بعد مثلا این میگه اون یکی کارش خوب نبود، اون یکی میگه که نمیدونم چنینه، ولی در بخش خصوصی هست داره کارشو میکنه و بذارین که کار بکنه. پروفسور راهکار شما چیست؟ من به نظرم معماری و شهرسازی چون حاصل علوم متعدد و از هندسه تا مثلثات، از جغرافی تا ریاضیات درش هست، ما برای حل مشکل معماری و شهرسازی کشور همونطور که فرمودن از دانشگاه‌ها و از آموزش نیروهای انسانیمون شروع کنیم، حتی از مدارس، از آموزش پرورش و وزارت علوم و دانشگاه‌های کشور. این یه بخشی از اون نیازهایی است که ما برای حل این مشکل باید به اون به طور جدی توجه کنیم. بخش دیگه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی هستند، یعنی سازمان‌هایی که اجازه اجرای ساختمان میدن بر اجرای ساختمان نظارت می‌کنن، مثل وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی. اینا بخش دیگری هستن که باید برای حل این مشکل به طور جدی وارد فعالیت‌های جدیدی بشن. بخش دیگه قوانین و ضوابط و چارچوب‌ها و اون در واقع سازوکارهایی است که به لحاظ مقررات در کشور برای ساخت و ساز وجود داره، یعنی قوانین بالادستی ما در معماری و شهرسازی، از طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها تا طرح‌های حادی روستایی، و بعد در کنار اینها که وزارت راه و شهرسازی مسئول این بخش هست، در کنار اون جوامع حرفه‌ای و تخصصی مثل جامعه مهندسان مشاور، شما به خوبی اشاره کردید به بخش خصوصی، ما امروز انجمنها و جوامع تخصصی در حوزه معماری، شهرسازی و مهندسی داریم، اونها هم در اینجا نقش زیادی دارن که بتونن برای حل این مشکل برای آینده کشور ما کاری انجام بدن. و البته در کنار این سه بخشی که عرض کردم، این دانشگاه‌ها و بخش تعلیم و تربیت و آموزش، بخش دستگاه نظارتی به اجرایی و بخش‌های تقنینی و قوانین و مقررات، ما نیاز به یک فرهنگسازی داریم. چرا باید مردم ما در انتظار یک ساختمانی باشن که نمای رومی داره، نمای کلاسیک داره، نمای یونانی داره، نمای گوتیک یا دوریک یا رومانسک داره؟ ما باید در رسانه و کار خیلی خوب شما در برنامه مرصع که این موضوع رو در واقع در معرض اطلاع و قضاوت جامعه قرار میدیم تا ما اون فرهنگ سازی لازم رو انجام بده، اون بستر فرهنگی که مردم ما متقاضی معماری فاخر و با ارزش سرزمین ما باشند، باید این رو فراهم کنیم. به همین دلیل صدا و سیما و
رسانه ها هم نقش زیادی دارن که بتونن در اینجا اون مخاطب ما، مردم ما، از ارزش های معماری ما با خبر بشن. اینجاست که وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی، سازمان صدا و سیما و همه رسانه ها نقش دارن. من در یک کتابی به نام فنشناسی معماری ایران سعی کردم سالهای قبل، ضمن این که ما معماری ایران رو تحسین و تقدیر و تمجید و تعریف میکنیم، از فن معماری ایران صحبت کنیم و اینجا گفتم که چگونه ما در معماری خودمون علاوه بر زیبایی، علاوه بر تناسبات، از یک تکنیک، از یک مهندسی و از یک فناوری بسیار خوب برخوردار بودیم. یا در کتاب معماری آرکیتایپی سعی کردم اون الگوهای پایدار بنیادین که بهترین هاشو در تمدن‌های مختلف و از جمله کشور ما میتونیم پیدا کنیم معرفی کنم. اینها بخش‌هایی است که نشون میده اون پیوند با گذشته، اون به کارگیری عناصر جدید چگونه امکان پذیره. و حتی امروز که ما در عصر دیجیتال هستیم، امکانات جدید هست، رویکردهای ما در عصر دیجیتال در معماری و در صنعت ساختمان چگونه باشه. در واقع میخوام بگم شما به یک موضوع خیلی خوب پرداختید، اینکه چگونه باید یک مشکل بزرگ در کشور ما در بس معماری و شهرسازی رو به صورت ریشه‌ای و اساسی حل کنیم. و همه این پنج بخشی که عرض کردم، یعنی بخش‌های مربوط به تعلیم و تربیت، نظارت و اجرا، بخش‌های تقنینی و قوانین مقررات، بخش‌های اطلاع رسانی و بخش‌هایی که فرهنگ عمومی جامعه رو می‌سازه، باید اینها در این مسیر یک حرکت جدید، یک نهضت، یک فرایند جدید رو آغاز کنند تا ما امیدواریم اون پیوستگی که در گذشته معماری و شهرسازی ما بود بار دیگه در سرزمین ما شکوفا بشه، چیزی که مردم ما و سرزمین ما کاملا استحقاق و شایستگیشو دارند. چون در طول تاریخ ثابت کردیم، الان هم شما نگاه کنید تمدن ما رو جهان امروز با آثار معماری اون میشناسه. ما در دانشگاه معماری و هنر پارس برای این موضوع به شدت تلاش میکنیم که ارزش‌های معماری ما، ارزش‌های تمدنی ما امروز شناخته بشه برای جامعه خودمون و در سطح منطقه و جهان از این ارزش‌ها بتونیم استفاده کنیم. و این بخشی است که در دانشگاه‌ها به طور جدی اشاره کردن آقای دکتر، باید به اون بپردازیم. ما در دانشگاه معماری و هنر پارس اینو از اهداف امروز معماری و شهرسازی کشور قرار دادیم که بتونیم برای آینده سرزمینمون دوباره برگردیم به اون معماری پرشکوهی که هنوز هم افتخار سرزمین ما، آثار درخشان معماری ماست. دقیقاً. من یه نقلی این بین بگم، به زعم من مخاطب عام دارم میگم، همه آن چیز که هر دو بزرگوار گفتن در باب علم و شناخت و آگاهی خودشون و تحقیقاتی که در این سالها داشتن که اصلا هیچ جای شک و تردید درش نیست، بذار من به زبان خودم بگم، از اون شکوه هستن یه دفعه فاصله بگیرین. قبلا پلاک خونه ها که نداشت، کاشی بود، کاشی شماره فلان، کاشی شماره فلان و جذاب بود. عذرخواهی میکنم، توی این فن کاشی سازیه کار میرسید به یه جایی که یه بیت شعری، یه آیه قرآنی، یه چیزی که جخوشگلش کنه بله. در کنار اون سردر خونه، کنار کاشی شماره 1 یا 13 بود و وقتی که مخاطب میدید یه بیت سعدی میخوند یا مثلا انا فتحنا لک فتحا مبینا رو میدید یا آیه های این چنینی، حالی خوش میکرد. ما الان از اون ظرافت های کاشیکاری فاصله گرفتیم، به یه دنیای عجیبی رسیدیم که دیگه نه زیبایی میبینیم نه چیزی. از حضرت امیر و نهج البلاغه مثال دادم براتون، بازم بگم حضرت امیر در نهج البلاغه یه بخشی دارن که میگه آقا حواستون به در و دیوار شهرتون باشه، چون شما ازش انرژی میگیرید. حالا بازم بگم به زبان خودم دارم و تعبیر شخصی است کاملا، ولی میگه شما باهاش سر و کار دارید، میبینیدش، انرژی میگیرید، بذارید تمیز باشه، بذارید زیبا باشه و این زیبایی حفظ بشه و متاسفانه از دستش رفت. پروفسور گلابچی خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر نکته مختصر ببینید. بله ببینید، ما به قدری در واقع معماری گذشتمون پویا بوده که ما تم رنگی کاشیکاری تو یزد، تو اصفهان، تو شیراز، تو کرمان، تو خراسان متفاوت. یعنی ما از تم کاشیکاری ها متخصصیم، میتونن بفهمن که احتمالاً مال کدوم در واقع منطقه است. الان چی؟ الان یک تصمیم گرفته میشه، تو تهران اجرا میشه، توی کاشان اجرا میشه، تو بندرعباس سنگر کی وارد کنه. نه اصلا موضوع خیلی، ببینید نکته اینه که واقعیتش اینه که ما مثلا یه قاعده 60% به اضافه 2 متر رو، من یه مثال عینی میخوام بزنم که ببینید، این یه
بازنگری خیلی جدی داره. من تو تهران زمینه متری چند صد میلیون تومان رو بعد بگیم خیلی موقع تصمیمی داره که هر کاری بخواد انجام بشه. چرا ما بعد تو شهری که میتونه همچنان پهن گسترش پیدا کنه همچنان 60% به اضافه 2 متر؟ چرا ما مثلا تو اقلیم گرم و خشکمون اجازه حیات مرکزی برای ساخت خونه الان نمیدن؟ چرا تو اقلیمی که مثلا در واقع الان شمال نه که اجازه ندن، انگار دوباره مثلا تو رامسر شما میری تو شمال من ایران که میری بعد اطراف یه ساختمان آزاد باشه، چرا دوباره داریم ما کیپ و کیپ هم دیگه با درز انقطاعی که تو تهران بعد رعایت کنیم اونجا ساختمان میسازیم؟ این یعنی تصمیم یکسان برای کل این سرزمین ایران که پر از تنوعه و بنابراین یک بعد تصمیم ها بره منطقه ای با کارشناسی اصلاح بشه و بعد از اون در واقع کار ادامه پیدا کنه. ببخشید طولانیش. منم امیدوارم که با برنامه خوب شما مردم ما ارزش های معماری سرزمینی ما رو به خوبی بشناسن و فرهنگ جامعه ما متقاضی اون معماری فاخر و ارزشمندی باشه که ما در گذشته سرزمینمون داشتیم. یه نکته هم هست، طرف که مثلا میخواد خونه‌شو بکوبه بسازه بیاد بالا شاید دنباله همچین چیز باشه، ولی اون بساز بفروشه اون نگاه کلیه میگه که ببین اینجوری جذابتره. چرا؟ چون اون سنگ ارزونتره. اون پول آقا پول. ببخشید بفرمایید لطفا همچنان همراه مرسل باشید، نگم براتون اون قصه سر دراز داره. بفرمایید. شهری متحدثان حسنت الا متحیران خاموش. خداحافظ.